سردشت یک شهر کوچک مرزی استان آذربایجان غربی از آخرین شهر است و یک شهری است که دختران و زنان با موانع جنسیتی زیادی روبرو هستند. مثلا نه کافی، نه چیزی در این شهر وجود نداره و مثلا برای تفریح یا چیزی به خارج شهر میرن و یا معمولا اگه قرار عاشقانه داشته باشن با دوست پسراشون به اونجا میرن و اون مردان گروهی بهش تجاوز میکنن و بعد ولشون میکنن و این کار یک و دو روزشون نیست، خیلی وقت پیش از حتی شاید بگم 10 سال بیشتر است که این مردان این کار رو میکنن و حتی بهش افتخار میکنن. من تقریبا چند 5-6 روز پیش با خبر شدم از طریق یکی از قربانیان که مورد آزار جنسی از طریق این باند قرار گرفتند که مستقیم من با یکی از نزدیکان ایشو در ارتباط هستم که یک باند هستند به طور اخاذی و با درنده ترین و وحشیانه ترین شیوه به زنان و دختران این شهر تجاوز می کنند و من هم از طریق پیج اینستاگرامی خودم شخصی خودم عکس اینها رو منتشر کردم، ولی متاسفانه بعد از دقیق چند ساعت تهدیدها هم برای من و هم برای خانواده من شروع شد و شب بعد از اون ساعت 2 شب به وقت سوئیس منو باخبر کردند که نارنجک به خانواده به خونه پدری من پرتاب کردند تا من این عکس ها رو بردارم و از و پشیمون بشم از کاری که کردم و یک نامه عذرخواهی بنویسم. من باید از خانواده این قربانی عزیز تشکر کنم چون اینا خودشون دنبال این کار رفتن و قربانی و متجاوزگران را پیدا کردن، ولی متاسفانه اینا فکر میکنند که من امنیت شهر رو به هم زدم، امنیت ملی رو به هم زدم و تا به امروز نپشتیبانی کردند و از همه نمیتونم مستقیم بگم متاسفانه خانواده من خیلی مورد تهدید قرار گرفتن، ولی از همه جوان مورد تهدید قرار گرفتن و حتی مسئله جانشون هم در خطر هست. خب خانم افخم نکردن و دادستان روز جمعه که خودتون میدونید روز تعطیلی هست، به محض اینکه با خبر شد که فعالین مدنی میخوان یک برنامه رو تشکیل بدن و متاسفانه روز جمعه اومدن یک خبری گذاشتند که همه چیز باید با آرامش برقرار بشه و متاسفانه مردم خب هم خودتون میدونید در این شهرهای کوچک زیاد امنیت ندارن، ولی باز هم فعالین مدنی زیادی رفته بودن که باعث افتخار همه ماست. ما نمیتونیم به یک قانون کشور اسلامی اعتماد کنیم که از زن هیچ طرفداری نمی کنه و خودتون می دونید که در این سیستم و نظام هیچ گونه امکاناتی وجود نداره برای اینکه یک زن قربانی حتی مصاحبه بشه. پلیس های مرد و دادستان و چندین بار به زن و این خانم میگن که سوگند باید بخوره که این آقا بوده که به من تجاوز کرده و تمام شرح این مسائل. من به نظر من اگر مرد
مردم خودشون کاری نکنن، اگر مردم با هم دیگه متحد نشن بر علیه این باندها، و این باند تقریبا 15 سال هست در سردشت وجود داره، شمار قربانیان زیادی وجود داره، ولی متاسفانه هیچ کدومشون نمیتونن اسم خودشون رو بگن یا برن شکایت کنن، یا امروز ازدواج کردن و یا خیلی دچار مشکلات روحی زیادی شدن. و خودتون میدونید که در یک فرهنگی هست با توجه به قوانین اسلامی همیشه زن مقصر هست، متاسفانه نمیتونن از دولت کمک بگیرن. من از طریق شبکه شما از مردم خواهش میکنم که پشتیبان قربانیان باشن و اونا خودشون از تمام شهرهای کردستان ایران منطقه. وقتی که این خبر منتشر شد هزاران هزار ما پیام دریافت کردیم که بله اینا این کارو کردن، و همه با پیج‌های شخصی خودشون بودن، هیچ پیج فیکی در نبوده. ولی متاسفانه خب اون موقع فضای مجازی نبوده، خودتون میدونید که همیشه قوانین زن ستیز در ایران حاکم بوده. اگر زن قربانی متجاوز همیشه مقصر شناخته شده، و خیلی خوشحال هستم که خانواده این قربانی، آخرین قربانی امیدوارم که باشه و که از این از دخترشون پشتیبانی کردن و شکایت کردن، ولی همونطوری که گفتم که خانواده این قربانی خودشون تمام سعی و تلاش کردن تا متجاوزگران رو پیدا کنن، ولی متاسفانه هم فرهنگ هم قانون کشور جمهوری اسلامی ایران نمیتونه از زنها محافظت بکنه، به خاطر همین اینا صداشون در نیومده. ولی به نظرم از این به بعد زنهای ما بیشتر و بیشتر در میدان حاضر خواهند بود و میتونن بیشتر در این مورد صحبت کنند.